به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. با نقل از فیسبوک مجیب رحمان زیا: لعنت بر تو ملا برادر، عینک هایت را پس کن، مرا ببین. حتما عینک هایت را پس کن تا واقعا مرا ببینی. میبینی مرا؟ واقعا میبینی مرا؟ من یک دختر غوریم، صورتم داغ نداشت، غبار نداشت. تو رویم را، صورت دخترانم را زخمی ساختی، زیباییم را از من گرفتی. تو برای به قدرت رسیدنت مرا به این حال رساندی. فامیلم را از من گرفتی، مرا یتیم ساختی. پدرم نیست، مادرم نیست. میدونی حس یتیمی چیست؟ گاه فکر کردی دخترت به تو که پدرش هستی چقدر نیاز دارد؟ من به پدر و مادرم اشد ضرورت داشتم و دارم. به بودنشان، به نوازش هایشان. وقت پدرم به خانه می آمد، موهایم را نوازش می کرد، رویم را بوسه می کرد. او را تو از من گرفتی، او دیگر نیست. مرا از نوازش پدرانه محروم ساختی. خدا تو را نبخشد. خدا اولادهایت را مثل من یتیم، زخمی و دردمند بسازد. خدا تو را تباه و برباد کند. خدا نبخشید. اگر خدا هم ببخشد، من نمی بخشمد. در دنیای دیگر که من به آن ایمان دارم، هیچ کس یخنت را نگیرد. من میگیرم و تو را به خدایم معرفی میکنم که این لعین قاتل پدرم است. لعنت بر تو و بر حامیان تو. همچنین در خبر دیگر: به نقل از فیسبوک شاه حسین مرتضوی: فرش های سرخ ایران و پاکستان زیر پای رهبران. عبدالله امروز به تهران رفت، حکمتیار فردا به پاکستان می رود. آیا نقش همسایگان در پروسه صلح مثبت خواهد شد؟ و همچنان به نقل از بی بی سی: عبدالله عبدالله برای جلب حمایت ایران از تلاش های صلح راهی تهران شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به ایران رفت. دفتر آقای عبدالله به بی بی سی گفته است که او در سلسله سفرهایش به کشورهای همسایه این بار به ایران می رود تا حمایت دولت این کشور از روند صلح افغانستان را جلب کند. آقای عبدالله پیش از این در پیوند به روند صلح افغانستان به پاکستان و هند هم سفر کرده و با مقامهای ارشد این کشورها گفتگو کرده بود. و همچنان به نقل از بی بی سی: گلبدین حکمتیار به دعوت مقامات پاکستانی به اسلام آباد می رود. همایون جریر از نزدیکان آقای حکمتیار گفته است که در این سفر رسمی به دعوت دولت پاکستان با مقامات پاکستانی در مورد روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم در توییترش نوشته که آقای حکمتیار در یک سفر دو روزه دوشنبه و سه شنبه در پاکستان با نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس سنا و رئیس شورای ملی پاکستان ملاقات خواهد کرد. به گفته آقای جریر، این دومین سفر گلبدین حکمتیار به پاکستان بعد از امضای موافقتنامه صلح با دولت افغانستان است. این رهبر جهادی در حال حاضر هیچ سمت رسمی در حکومت افغانستان ندارد و اخیراً از منتقدان سرسخت حکومت بوده است. و همچنان تغییر همزمان صد فرمانده پلیس در افغانستان. صد فرمانده پلیس تازه طی 45 روز کاری از میان 600 تن برای فرماندهی پلیس صد ولسوالی در 29 ولایت تعیین شدند. به گزارش سپوتنیک، مراسمی که در ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، رئیس جمهور غنی، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و حمدالله محب مشاور امنیت ملی سخنرانی کردند. آقای محب گفت که بنابر هدایت رئیس جمهور، کمیته به منظور ارزیابی قماندانان امنیه ولسوالی ها توظیف گردیده. وی گفت که در مرحله اول 100 تن از برید ملان و افسران در یک پروسه شفاف انتخابات و همچنان تثبیت رتبه شدند.
ضیا حاسی، رئیس تزکیه و انکشاف رهبری سکتور امنیتی دفتر شورای امنیت ملی گفت که بنابر هدایت قاطع و سریع رئیس جمهور، کار تغییر رهبری قماندانی های امنی 250 ولسوالی آغاز شد و کمیته پس از 45 روز کار و ارزیابی نزدیک به 600 تن از بریدملان ارشد و افسران به تعداد 100 تن از آنان را موفق ارزیابی نمود و قماندانان امنیت در 29 ولایت تعیین گردیدند. سپس آقای سالی در سخنرانی خود به آنان گفت امروز فرصت واقعی با افتخار و نادر فراهم شده است و افزود با هر قشر جامعه به نیکی رفتار کنید و از اراضی باید شناخت داشته و در راستای تجرید و عقب زدن دشمن با مردم اما هنگ باشید. پس از سخنرانی آنان رئیس جمهور افغانستان و قماندانان جدید التقرر ولسوالی ها گفت که با رفتنتان به ولسوالی ها در آنجا انگیزه مدیریت، تعهد و تحرک خواهد آمد که در تاریخ افغانستان بی نظیر خواهد بود. غنی گفت خطاب به آنان گفته است که فرماندهان جدید حمایت سرقماندانان اعلای قوای مسلح را با خود دارند و از آنها خواسته است که با مردم ابریشم و در برابر دشمنان کشور مشت فولادین باشند. و همچنان به نقل از اشت صبح، روند صلح بازی مؤثر دولت در شرایط پیچیده. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. حکومت افغانستان در حال به سمت انتخابات ریاست جمهوری گام برداشت که مذاکرات بین امریکا و طالبان به پیش می رفت. گروه طالبان مخالفت صریحش با انتخابات را اعلام کرده و حتی تهدید کرد که روند را مختل خواهند کرد. از لحن و بیانیه های خلیلزاد نیز چنین برمی آید که بهتر است انتخابات به تعویق بیفتد تا سرنوشت روند صلح معلوم شود. در داخل نیز نخبگان و احزاب سیاسی به شمول دکتر عبدالله انتخابات را تا مدت های زیاد جدی نگرفتند. بی‌اعتمادی نسبت به برگزاری انتخابات و بس از حکومت موقت تا حد جدی بود که اشرف غنی به عنوان رئیس تکت انتخاباتی دولت ساز زمانی که در 30 جدی 1397 برای انتخابات ثبت نام کرد با پرسش درباره دولت موقت مواجه شد. وی در واکنش به طرح دولت موقت در آن زمان تیوری پرداز دولت موقت را شاگرد خود در سیاست خطاب کرد. با همه این تردیدها و مخالفت‌های انتخابات ریاست جمهوری، هرچند طبعاً با چالش‌ها و جنجال‌های فراوان برگزار شد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گام بزرگ و غیرمنتظره‌ای بود که برداشته شد و این پیام را واضح ساخت که در کابل اراده برای تشکیل دولت جدید به خاطر ختم میعاد قانونی کار حکومت وحدت ملی قبل از توافق با طالبان جدی است. بازسازی اجماعی سیاسی. همان طور که اشاره شد، همزمان با شروع مذاکرات بین امریکا و طالبان، یکی از نقاط ضعف اساسی دولت افغانستان فقدان اجماعی سیاسی بود که ریشه در انتخابات ریاست جمهوری 2014 داشت و عوامل متعدد دیگر نیز بی تأثیر نبود. جنجال های پسا انتخابات ریاست جمهوری 2019 و قطبی شدن جامعه پیش از پیش به همسوی جریان ها و نخبگان سیاسی در کابل آسیب رساند. با این وجود امضای توافق نامه تقسیم قدرت بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 17 می 2020 به تنش های 5 ماهه انتخاباتی پایان بخشید و زمینه را برای بازسازی اجماعی سیاسی فراهم کرد. توافق نخبگان و جریان‌های سیاسی باعث شد که هیئت مذاکره کننده منسجم و متحد از آدرس دولت و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان برای گفتگو با طالبان به قطر رفته و در فاز دوم روند صلح تخیل شوند. به نظر می رسد حکومت افغانستان بر رغم همه چالش ها به عنوان یک بازیگر فعال و مؤثر در این روند عمل کرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیو های ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.